بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان گرامی، ساعت 23 دقیقه و با چند خبر همراه شما عزیزان هستیم. فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد گفت سالانه 1 میلیون مسافر به صورت قانونی از مرز رسمی دوقارون بین ایران و افغانستان تردد می کنند. سرهنگ محمودی با اشاره به حضور نیروهای مسلح در مرزهای مشترک ایران و افغانستان و برقراری امنیت پایدار در این منطقه گفت مرزبانان حوزه استحفاظی مرزبانی تایباد 297 کیلومتر از نوار مرزی ایران و افغانستان را در شهرستانهای تربت جام، خاف و صالح‌آباد رصد و کنترل می کنند. انتقال بیش از 9000 زندانی افغانستانی از کشورهای دیگر به کشورشان. وزارت امور مهاجران طالبان اعلام کرد کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستانی در یک سال اخیر تسهیلات لازم و خدمات مورد نیاز را برای مهاجران بازگشته فراهم کرده است. مقامات وزارت امور مهاجران طالبان در نشستی اعلام کردند 5766 مهاجر افغانستانی از زندانهای ترکیه و پاکستان آزاد شدند. همچنین 4000 پناهجوی افغانستانی که به جرایم مختلف در ایران دستگیر شده بودند به کشورشان منتقل شدند. در یک سال اخیر در مجموع 1,779,603 تن از ایران، پاکستان و کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتند. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد از اول تا پنجم ماه صفر 484,552 نفر از مرزهای زمینی و هوایی وارد کشور عراق شدند که از این تعداد 377,585 نفر ایرانی و 106,967 نفر اتباع خارجی هستند. طبق توافق به عمل آمده در ستاد اربعین حسینی تردد اتباع خارجی مقیم از مرز شلمچه و اتباع خارجی غیر مقیم از مرز چذابه انجام خواهد شد. مرز مهران با 197,849 نفر پرترددترین مرز و شلمچه با تردد 129,134 نفر و چذابه با تردد 30,493 نفر در رتبه های بعدی قرار گرفتند. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفت با همراهی و هماهنگی دستگاه‌های زیربط و بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های مذهبی اتباع افغانستانی در مجموع 27 موکب دارند که 16 موکب در مشهد مقدس مستقر است. به گفته آقای شرافتی، موکب شهید سلیمانی در نقطه صفر مرزی، مرز دوقارون، دو موکب در مرزهای شلمچه و چذابه و 8 موکب در شهرهای کاظمین، نجف و کربلا پذیرای زائران و عزاداران در ایام اربعین حسینی هستند. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفت با توجه به کمبود وسیله نقلیه از مبدأ افغانستان برای رفع دغدغه زائران غیر مقیم، کاهش هزینه ها و سهولت در رفت آمد تدابیری اتخاذ شده. نماهنگ شور اربعین امسال در مسیر کربلای معلا رونمایی می شود. گروه اسرا متشکل از اتباع خارجی قرار است در عمودهای مختلف نماهنگی که در حال ضبط آن هستند اجرا کنند. اینطوری بخونید که الان احساس کنید شما کربلایی. بچهای گروه اسرا کم کم آماده ضبط و تمرین شدند. ما با توجه به اینکه نوجوانای گروه اسرا خیلی علاقه زیادی به پیاده روی اربعین آقا سید شهدا دارن، تصمیم گرفتیم یه نماهنگ ویژه‌ای رو تولید بکنیم. 10 نفر از این عزیزان تو پیاده روی اربعین حسینی قرار شرکت بکنن، عمودها و موکبای مختلفی قرار اجرای برنامه داشته باشیم. این حس و حال خوبی که توی پیاده روی اربعین حسینی هست، خب این بچه ها تون فضا قرار می گیرن و خیلی میتونه مؤثر باشه. کجای نماهنگ دوست داشتی؟ هلا بیکم زوار الحسین
خوش آمدی نیزائرای امام حسین. همه ما خادم امام حسین، زوار امام حسین هستیم. من اون تیکه که میگه دل تنگم مشتاق اون صحن و سرات زریه شش روشه تو کشتی نجاته، به خدا که بهشت من کرم و ملاته، میرنابم یک جوره عذاب فراته. من عشقای این تیکه هم و از جون و دل این تیکه رو میخونم. از عشق به امام حسین علیه سلام میگویند، چه ایرانی، چه افغانستانی، چه عراقی، هممون کربلا رو دوست داریم. حرف اصلی این نماها اینه که ما مشتاق دیدار امام حسینیم، عشقمون رو میخواییم به امام حسین نشون بدیم. گروهی که متشکل از بچه های ایرانی و افغانستانی و عراقی است. اصالتا افغانستانی هستم و در کنار دوستانم این نماهنگ رو اجرا کردیم. انشالله امام حسین رو از ما قبول کنه. من بچه افغانستانی اومدم این سرود رو با جون و دل به آقا امام حسین تقدیم کنم. و آقای امام حسین، من بچه شیعه دوازده امامی بودم. ضبط نماهنگ شور اربعینی تا 22 مرداد ماه به پایان رسید. نماهنگ شور اربعین قرار هستش که 25 مرداد ماه در طریق نجف به کربلا عمود 707 رونمایی و اجرا بشه. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما. سرمایه‌گذاری بزرگترین مجتمع صنعتی ایران در افغانستان، هیئتی از مسئولان فولاد مبارک اصفهان در سفر به کابل با وزیر صنعت و تجارت طالبان دیدار کرد. هیئت ایرانی در این دیدار با ارائه اطلاعات از ظرفیت مجتمع فولاد مبارک و حوزه فعالیت‌های آن، پیشنهاد سرمایه‌گذاری را در بخش‌های ایجاد منطقه خاص اقتصادی معدنی ایران و افغانستان، اکتشافات معدنی، جاده‌سازی و خط آهن مطرح کردند. وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز در این دیدار تاکید کرد طالبان برای ایجاد تسهیلات بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری ایران آماده است. با نمایشگاهی با نام تولیدات داخلی افغان در استان تخار افغانستان آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه انواع تولیدات داخلی و صنایع دستی بانوان از 4 استان افغانستان با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های بازرگانی آنها به نمایش گذاشته شد. نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی بانوان افغانستانی. هدف برگزاری این نمایشگاه تولیدات داخلی که در بین 50 الی 100 غرفه اومیز ترتیب شده که از چندین ولایت، حتی از مزار و قندوز و تخار و از ولایت‌های دیگر صنعتکارا و تولیدکننده ها اشتراک کردند. در این نمایشگاه محصولات داخلی و صنایع دستی بانوان در 60 غرفه به نمایش گذاشته شد. از تولیدات بیرونی ما کمتر استفاده بکنیم و از تولیدات داخلی ما زیادتر استفاده بکنیم و همچون برگزاری همچون نمایشگاه ها نمایانگری نمیسته که ما یکم فوکس، یکم توجه به داشته های وطنی ما داشته باشیم. از این نمایش ها که برگزاری شده ما بسیار خوش هستیم و خاطر از اینکه نمایش ها به رشد شرکت ما بسیار تاثیر مثبت داره. ما یک نهاد هستیم برای دهقان، تخم های بذری پاک تهیه میکنیم و تخم هایشان به خاطر همکاری از نرخ بازار کلا بالاتر خریداری میکنیم. بیتا و همکاری خاص برای دهقان است. خان تشکری میکنیم که زمینه را برای زنان مساعد ساختن که زنان در این شرایط بسیار به سختی و مشکلات زندگی را پیش میبرند. یک سو بیکاری، به روزگاری، دیگر تحولات. صنایع دستی ما که آوردیم کلش از خانمای منطقه و قری خود ماست. شرکت کنندگان برپایی همچون نمایشگاه ها را در رشد تولیدات داخلی مهم می دانند و خواهان حمایت از بانوان شدند. بخاطر توانمندسازی زنان برنامه بسیار افتخار بخش است. خوشحال هستم از اینکه یک بار دیگر پس از سقوط افغانستان اولین بار است که دولت تخار طالقان برنامه برگزار می شود. برنامه برای ظرفیت سازی زنان است و جوانان. ما خیلی خرسند هستیم که از حکومت امارات اسلامی برای خانم ها این زمینه را مساعد ساخته تا ما بتانیم تولیدات خود را اینجا به اشتراک بگذاریم و خواست ما از حکومت امارات اسلامی است که بیشتر از زنان حمایت کند. این نمایشگاه برای نخستین بار با حضور بانوان در استان تخار افغانستان برگزار شد. عبدالوحید احدی، خبرگزاری صدا و سیما. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.